به نام خدا. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدین. یکی از سوالایی که ذهن مردم رو درگیر کرده اینه که چطور میشه خدا مهربون باشه از اون طرف وعده به عذاب بنده هاش تو جهنم داده باشه. یک عده همیشه تو معرفی خدا راه افراط رو در پیش گرفتن، یک عده راه تفرید. یعنی گروهی انقدر از مهربونی خدا گفتن که طرف دست به هر جنایتی میزنه و در نهایت برای ساکت کردن وجدان خودش دم از بخشش و مهربونی خدا میزنه. از اون طرف یک عده از خدا هیولایی ساختن که هر لحظه منتظر چشم بنده هاشو از کاسه در بیاره. نه اون درسته نه این. امروز میخوام تو این ویدیو این تناقضات رو برطرف کنم. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن بزنید. هرچند رحمت خدا بر غضبش پیشی گرفته و طبق آیه آخر سوره فاطر به محض ارتکاب گناه بنده ای رو مجازات نمی کنه و فرصت میده، اما نکته اصلی اینه که بدونیم بین ما و خدا دو چیز دیگه وجود داره. یکی عمل ما و دیگری سنت خدا. در واقع منم و عملم خداست و سنتش. خدا به من بشر اختیار داده تا خوب و بد رو بشناسم. پس اگه کاری میکنم این اختیار و اراده عمل من رو شکل میده. از طرفی دنیای علت و معلوله. کبریت هیزم رو روشن میکنه و خاصیت آتش سوزوندنه. این خاصیت همون سنت خداست. یعنی خدا نظام طبیعت رو طوری قرار داده که آتش بسوزونه، بارون خیس کنه، نور محیط رو روشن کنه و کلی سنت‌های دیگه. پس اگه من با اختیار خودم دستم رو آتش بگیرم، این عمل من با سنت خدا در کنار هم دست منو میسوزونه. محبت خداوند هماهنگ با رحمت، عدالت و حکمتشه و کلیه کارها و احکامش مبتنی بر عدالت، حکمت و رحمته. خدا از مادر مهربونتر و این قطعی و مسلمه. مهربونی های پدر و مادر و دیگران همه جلوه هایی از رحمت و عنایت الهیه، چون اوست که این همه عشق و محبت رو در وجود والدین قرار داده تا با میل و علاقه تمام تلاش خودشون رو در جهت رشد فرزندان به کار بگیرن. اما باید متوجه این نکته بود که بین محبت‌های الهی و غیر الهی تفاوتی عمده وجود داره و اون اینکه محبت مادر غالباً احساسی بیش نیست و در بعضی موارد برخلاف حکم عقل و عدالت، در حالی که لطف و رحمت الهی هرگز جدا از عدل، حکمت و سنت‌های حکیمانه پروردگار در نظام خلقت نیست. بنابراین در اجرای عدالت نباید احساسات و عواطف رو به قضاوت کشوند، چرا که خود همین موجب ظلمی بزرگتر میشه. زشکاری‌های مجرمان رو در بسیاری از موارد باید تنها با شمشیر عدالت پاسخ گفت، وگرنه ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسپندان. اما با این حال رحمت خدا بی پایانه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند بزرگ 100 باب رحمت دارد، یکی از آن را به زمین نازل کرده و در میان مخلوقاتش تقسیم نموده و تمام عاطفه و محبتی که در میان مردم است از پرتو همان است، ولی 99 قسمت را برای خود نگاه داشته و در قیامت بندگانش را مشمول آن می سازد. مهربونی مادر ذره از قطره رحمت الهیه که حقیقتا ما وسعت رحمت الهی را نمی تونیم به تصویر بکشیم. به قدری روز قیامت خداوند با بندگانش که اصل ایمان و توحید رو حفظ کرده باشن خوب برخورد میکنه که حتی حاضر نیست امت آخر الزمان رو مثلا در محضر خود پیغمبر محاکمه کنه، بلکه به تنهایی مورد حسابرسی قرار میده تا آبروی بندش حفظ بشه. رحمت خدا با اون وسعتش که شفاعت پیامبران، امامان، علما و شهدا گوشه‌ای از رحمت الهیه، در حالی شامل حال انسان میشه که همون مادر مهربون تو قیامت از فرزندان فرار میکنه و فرزندان از مادر فرارین. به قدری رحمت خدا وسیعه که حتی شیطان هم به طمع میفته که خدا او رو ببخشه. در مورد معاویه نقل شده که ازش پرسیدن چرا اینقدر خیانت میکنی، مگه قیامتی در کار نیست؟ در جواب گفت امیدوارم رحمت الهی دستم رو بگیره. کدوم مادری حاضر اهانت‌های پسرش رو با یه معذرت‌خواهی قبول کنه؟ اما خداوند گناهان بنده رو با توبه و اظهار پشیمانی قلبی می‌بخشه. از این بالاتر اگه مادری هم اهانت‌های فرزندش رو ببخشه، هرگز اهانت‌های او رو فراموش نمی‌کنه و اون اهانت رو هدیه و نیکی به حساب نمیاره.
ولی خداوند اونقدر مهربونه که اگه کسی توبه کرد نه تنها زود راضی میشه و گناهان او رو میبخشه و هیچ کینه ای از او در دل نداره، بلکه به جای گناهان او ثواب مینویسه. تو آیه 70 و 71 سوره فرقان میخونیم و کسی که توبه کند از عمل زشت زنا و غیره و عمل صالح انجام دهد، خداوند بدی های آنان را تبدیل به خوبی ها میکند و خداوند بخشنده و مهربان است. بسیاری از افراد در عالم برزخ تا قیامت تصفیه میشن و اصلا وارد آتش جهنم نمیشن و اگر هم اونجا تصفیه نشدن، در صورتی که اصل ایمان رو حفظ کرده باشن، شفاعت انبیا و اولیا دست اونها رو میگیره و یا ممکنه مدتی برای تصفیه وارد جهنم بشن و بعد نجات پیدا کنن. اونایی که دائم جهنم میمونن افرادی معاند و لجوج و کافرن، نه کسی که گناهی از اونها سر زده. همونطور که ابتدای بحث گفتم، مجازات های قیامت رابطه تکوینی قوی با گناهان داره. رابطه عمل و جزا در آخرت قراردادی نیست و حتی رابطه علی و معلولی هم نیست، بلکه بالاتر از اینه، یعنی رابطه عینیت و اتحاده. یعنی اونجا که در آخرت به عنوان پاداش یا کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده میشه، تجسم عمل بنده هاست. قرآن کریم در آیه 30 سوره آل عمران میفرماید روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضر شده مییابد و آرزو میکند کاش میان او و آن کارهای بد فاصله دور بود. و خداوند شما را از کیفر خود میترساند و در این حال خدا به بندگان خود مهربان است. تو آیه 49 سوره کهف میخونیم آنچه را انجام داده اند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمیدارد. و فرمود آن روز مردم به حال پراکنده برایند تا نتیجه کارهایشان به آنان نشان داده شود و هر که هم وزن ذره بدی کند نتیجه آن را خواهد دید. درست مثل انسانی که سم خورد و خودش رو برای همیشه از بین میبره، یا مثلا کسی با چیزی چشمش رو کور کرده و برای همیشه کور خواهد بود. پس باید مراقب اعمال خودمون باشیم و بدونیم سنت‌های خدا دچار تغییر و تبدیل نمیشن. هر کاری کنیم ثمرش رو میبینیم. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. بعد از خداحافظی بنده، کلیپ‌های در ارتباط با این کلیپ یا کلیپ‌هایی که میتونه برای شما مفید، جذاب، جالب و آموزنده باشه به نمایش در میاد که میتونید اونها رو هم تماشا کنید و با اشتراک گذاری و ارسال این کلیپ‌ها برای دوستانتون، شما هم در ثواب نشر و ترویج مفاهیم اسلامی سهیم و شریک بشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون.